عملیات نظامی خوشحال سعادت برای دستگیری علیپور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. دکتر یاسمین عزیزی در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جنرال خوشحال سعادت با میدان وردک رسید. در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به گرفتاری فرمانده علیپور، مشهور به فرمانده شمشیر، با بهسود می رود. در عین حال روزنامه 8 صبح کابل در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: انتقاد تند دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی کشور، از گروه طالبان. بهانه ترشح های ناموجه گروه طالبان سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی از هیئت مذاکره کننده طالبان به تندی انتقاد کرده است که بهانه ترشح های این هیئت سبب تأخیر در شورای دور دوم مذاکرات شده است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، روز جمعه 17 دلو با نشر اعلامیه گفته است که هیئت گروه طالبان با بهانه ترشح های ناموجه، دلایل و انگیزه های نامعقول سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شده و به جای بحث و مذاکره روی قضایای اصلی پایان جنگ و خشونت، مسلمان کشی و کاهش درد و آلام مردم مصروف سفرها و بحثهای حاشیه‌ای هست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته است که همزمان با بهانه تراشی در شورای مذاکرات، جنگجویان گروه طالبان به خود جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان ادامه می دهند. با گفته دکتر عبدالله عبدالله، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با صلاحیت کامل در دوحه حضور دارد و می تواند در تمام قضایا و محورهایی که میان دو طرف بعد از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات و وقفه دور اول تبادل شده بود وارد مذاکره شود. در اعلامیه دکتر عبدالله عبدالله آمده است: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به اساس توافق قبلی و در تاریخ معین برای آغاز دور دوم مذاکرات به دوحه برگشت. این هیئت که از اکثرت و تنوع نظام جمهوری نمایندگی می کند، از حمایت کامل شورای عالی مصالحه ملی، نظام جمهوری، رهبران سیاسی و مردم افغانستان برخوردار می باشد. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، افزوده است که در جریان این اقامت هیئت مذاکره کننده دولت در کابل، رهنمودهای مشخص و صلاحیت‌های کافی برای هیئت از سوی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که از کلیت جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکند ارائه و واگذار شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی ضمن قدردانی از کشور میزبان قطر و سایر کشورهای تحلیل کننده مذاکرات صلح گفته است که قضیه افغانستان در قدم نخست مربوط افغانها است و باید برای پایان دادن به جنگ و برادرکشی باید دیگر بنشینند و بر اساس رهنمودها و ارشادات دین اسلام، عرف و قوانین بین المللی و با درنظرداشت منافع اولیای کشور، مشکل خود را با دست یافتن به یک راه حل سیاسی فراگیر و همشمول حل کنند. دکتر عبدالله عبدالله تصریح کرده است: فرصت استثنایی برای حل بحران کشور از طریق مذاکره و گفتگو فراهم شده است. اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی از پایان جنگ در افغانستان، رفتن به سوی صلح، استقرار، گشوده شدن فصل جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و از شکل گیری یک افغانستان آزاد، مستقل، دموکراتیک و در صلح و صفا در داخل با همسایگان و جهان و آری از حضور گروه‌های دهشت افغان و افراطی حمایت می‌کند. حالا با دفاع اسلامی و ملی ما و تحریک گروه طالبان است تا از این فرصت برای پایان جنگ استفاده نماییم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان شجدار داده است که اگر شماری به این باور باشند که از راه های غیر از مذاکره و گفتگو می توانند به مشکل افغانستان پایان ببخشند، با استناد به شواهد تاریخی راه اشتباهی را در پیش گرفته اند. این در حالی است که پس از توافق روی کارشیوه مذاکرات، گفتگوهای اصلی که قرار بود در ماه جنوری سال جاری میلادی و همزمان با ریکار آمدن حکومت جدید در امریکا آغاز شود، شروع نشده است، زیرا به نظر می رسد که گروه طالبان تمایل به آغاز مذاکرات نشان نداده اند. بحث از 16 جدی که دور جدید مذاکرات آغاز شد، دو هیئت تنها 3 نشست مقدماتی برگزار کردند. همزمان با این، برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان به ایران و روسیه سفر کرده اند. هیئت مذاکره کننده دولت گفته است که هیئت این گروه میز مذاکره را ترک کرده و برای آغاز مذاکرات تمایلی نشان نداده اند. در عین حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با ظلمای خلیزاد درباره صلح افغانستان گفتگو کرد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا با ظلمای خلیزاد نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان دیدار کرده است. بلینکن در توییت نوشته که در دیدار با ظلمای خلیزاد در مورد حفاظت آمریکا در برابر تهدیدهای تروریسم، دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار و نیز برخوردی از بس دائمی و جامع در افغانستان گفتگو کرده است. دولت ایالات متحده آمریکا بر رهبری جو بایدن ماموریت ظلمای خلیزاد را با عنوان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان تمدید کرده است. خلیزاد مذاکرات تنونی آمریکا با طالبان را که منجر به امضای توافقنامه دوحه شد رهبری کرده است. برخی از رسانه‌های آمریکایی تحلیل کرده‌اند که ابقای ظلمای خلیزاد در مقامش به معنای تعهد ابتدایی دولت بایدن با توافقنامه است که در دوران دونالد ترامپ امضا شد. از جانب دیگر شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا توافقنامه دوحه را که کامل باور دارد در آن به طالبان امتیازات گسترده داده شده است بررسی می‌کند. افزون بر این تعهدات طالبان در توافقنامه از جمله قطع رابطه با تروریستان، کاهش خشونت‌ها و پیش برده مذاکرات معنادار با دولت و جناح‌های داخل نیز بررسی می شود. دولت افغانستان از اقدام ایالات متحده آمریکا برای بررسی توافقنامه دوحه استقبال کرده است. محمد اشرف‌غنی احمدی رئیس جمهور کشور گفته است که پس از انجام بررسی‌ها توسط شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با دولت افغانستان مشورت می شود تا نقشه راه آینده بین دو کشور ترسیم شود. بایدن برای ترک افغانستان نخواست باید مشکل اشرف غنی احمدزی را حل کند. همزمان با اینکه ایالات متحده آمریکا طالبان را بررسی می‌کند، بایدن باید رئیس جمهور افغانستان را از اخلال‌گری باز دارد. با توجه به معادلات داخلی و خارجی که ایالات متحده آمریکا با آن روبرو است، افغانستان در صدر لیست اولویت‌های رئیس جمهور جو بایدن قرار ندارد. اما مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای آمریکایی بود. بر اساس این بخشی از توافقنامه سال گذشته میان طالبان و دولت ترامپ، بایدن را به گرفتن تصمیمی که میتواند برای ریاست جمهوری وی و میراث جنگ 20 ساله آمریکا را تعریف کند مجبور سازد. با توجه به قول بایدن برای خاتمه دادن به اصطلاح جنگ های ابدی، سوال این نیست که آیا او نیروها را بیرون خواهد کشید، بلکه سوال اینجاست که وی چگونه میتواند کاری کند که هم دستاوردهای افغانستان را حفظ کند و هم اطمینان حاصل کند که دهها فداکاری ایالات متحده آمریکا هدر نبوده است. مسئله این است که واشنگتن بین دو حرکت غیر محبوب گیر افتاده است. طالبان که یک سال گذشته را با انجام خشونت سپری کرده اند در رتبه نخست در سطح ملی مورد انزجار قرار گرفته اند. دولت جو رئیس جمهوری اشرف غنی نیز بسیار نزد مردم محبوب نیست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.